داستان حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش نمرود. به فرمان نمرود ابراهیم علیه السلام را زندانی نمودند. از هر سو اعلام شد که مردم هیزم جمع کنند و یک گودال و فضای وسیعی را در نظر گرفتند. بت پرستان گروه گروه هیزم می آوردند و در آنجا می ریختند. گرچه یک بار هیزم برای سوختاندن ابراهیم کافی نبود، ولی دشمنان می‌خواستند هرچی کینه دارند نسبت به ابراهیم علیه السلام آشکار سازند و آنگهی این حادثه موجب عبرت برای همه شود و عظمت و قلدری نمرود در قلب ها سایه بیفکند تا در آینده هیچ کس چنین جرأتی نداشته باشد. روز موعود فرا رسید. نمرود با سپاه بیکران خود در جایگاه مخصوص قرار گرفتند. در کنار آن بیابان ساختمان بلندی برای نمرود ساخته بودند. نمرود بر فراز آن ساختمان رفت تا از همان بالا صحنه سوختن ابراهیم علیه السلام را بنگرد و لذت ببرد. هیزم ها را آتش زدند. شعله های آن به سوی آسمان سرکشید. آن شعله ها به قدر اوج گرفته بود که هیچ پرنده ای نمی توانست از بالای آن عبور کند. اگر عبور می کرد می سوخت و در درون آتش می افتاد. ساخت منجنیق. در این فکر بودند که چگونه ابراهیم علیه السلام را در درون آتش بیفکنند. شیطان یا شیطان صفتی به پیش آمد و منجنیق ساخت و ابراهیم علیه السلام را در درون آن نهادند تا به وسیله آن او را به درون آتش پرتاب نمایند. در این هنگام ابراهیم علیه السلام تنها بود. حتی یک نفر از انسانها نبود که از او حمایت کند. تا آنجا که پدرخوانده اش آذر نزد ابراهیم علیه السلام آمد و سلی محکمی به صورت او زد و با تندی گفت از عقیدت برگرد. درخواست فرشته ها از خدا. ولی همه موجودات ملکوتی نگران ابراهیم علیه السلام بودند. فرشتگان آسمان ها گروه گروه با آسمان اول آمدند و از درگاه خدا درخواست نجات ابراهیم علیه السلام را نمودند. همه موجودات نالیدند. جبرئیل علیه السلام به خدای متعال عرض کرد: خدایا، خلیل تو ابراهیم بنده تو است و در سراسر زمین کسی جز او را نمی پرستد. دشمن بر او چیره شده و می خواهد او را با آتش بسوزاند. جواب خداوند جل جلاله. خداوند جل جلاله به جبرئیل علیه السلام خطاب کرد: ساکت باش. آن بنده نگران است که مانند تو ترس از دست رفتن فرصت را داشته باشد. ابراهیم بنده من است. اگر خواسته باشم او را حفظ می کنم. اگر دعا کند دعایش را مستجاب می نمایم. دعای ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام در میان منجنیق لحظه قبل از پرتاب خدای متعال را چنین خواند: ای خدای یکتا و بی همتا، ای خدای بی نیاز، ای خدایی که هرگز زاده و زاییده نشد و هرگز شبیه و نظیر ندارد، مرا به لطف و رحمتت از این آتش نجات بده. جبرئیل علیه السلام در فضا نزد ابراهیم علیه السلام آمد و گفت: آیا به من نیاز داری؟ ابراهیم علیه السلام گفت: به تو نیاز ندارم، ولی به پروردگار جهان نیاز دارم. جبرئیل علیه السلام انگشتری را در انگشت دست ابراهیم علیه السلام نمود که در آن چنین نوشته بود: معبودی جز خدای یکتا نیست. محمد صلی الله علیه و آله رسول خدای متعال است. به خدای متعال پناهنده شدم و به او اعتماد کردم و کارم را به او سپردم. خطاب خداوند جل جلاله به آتش. در همین لحظه فرمان الهی خطاب به آتش صادر شد: ای آتش، برای ابراهیم سرد باش. آتش آنچنان خنک شد که دندانهای ابراهیم علیه السلام از سرما به لرزه درآمد. سپس خطاب بعدی خداوند جل جلاله آمد: بر ابراهیم سالم و گوارا باش. آن همه آتش به گلستان سبز و خرم مبدل شد. جبرئیل علیه السلام کنار ابراهیم علیه السلام آمد و با او به گفتگو پرداخت: بهتر این است که در اینجا به اشعار ناب مولانا در کتاب مثنوی گوش جان فرا دهیم. چون رها از منجنیق آمد خلیل آمد، از دربار عزت جبرئیل گفت: حلک حاجته. یا مجتبی گفت:
اما من که یا جبرئیل الله، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. آن چه داند لایق من آن کند، خواه و ایران خواه آبادان کند. گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسب ما سوال. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بیاید دوختن. من نمی دانم چه خواهم زان جناب، بحر خود والله اعلم بالصواب. نمرود ابراهیم علیه السلام را در گلستان دید که با او پیرمرد گفتگو می کند. به آزر رو کرد و گفت براستی پسرت چقدر در نزد پروردگارش ارجمند است. و نیز گفت اگر بنا از کسی برای خود خدای انتخاب کند، سزاوار است که خدای ابراهیم علیه السلام را انتخاب نماید. یکی از رجال چاپلوس دربار نمرود برای رفع وحشت نمرود گفت من دعا ورد بر آتش خواندم تا آتش ابراهیم علیه السلام را نسوزاند. همان دم ستونی از همان آتش به سوی او آمد و او را سوزانید، در حالی که آتش های تمام دنیا تا سه روز سوزنده نبود.